به دستور مؤکد جناب عالی وزارت ارتباطات بخش مهمی از توان خودش رو در دولت 11 و 12 مصروف کرد برای تحقق عدالت ارتباطی. تلفن همراه هرچند در اوایل دهه 70 وارد کشور شده بود، اما تا سال 92 تنها 11% روستاهای کشور رو فرا گرفته بود و امروز پوشش شبکه تلفن همراه در 95% از همه روستاهای کشور فراهم هست. اتصال به شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت که در دولت جناب عالی شکل گرفت، از سال 1394 آغاز شد عملیات اجراییش، با فاصله نچندان زیادی همکنون در 90% روستاهای بالای 20 خانوار کشور فراهمه و همه تلاش ما معطوف به این هست که انشاءالله به مدد الهی و حمایتهایی که جناب عالی هم به عمل میارید تا پایان دولت این عدد رو به 100% برسونیم برای روستاهای بالای 20 خانوار تا شعار دسترسی همگانی محقق بشه. مبحث بعدی که جناب عالی به وزارت ارتباطات مأموریت دادید، آماده کردن زیرساخت‌های تحقق عدالت آموزشی بود. در دوران کرونا با فراگیری آموزش مجازی، بحث عدالت آموزشی یکی از مهمترین موضوعاتی بود که مطرح بود. به استحضار جناب عالی میرسونم که امروز ما برای بیش از 13 میلیون دانش آموز، 1 میلیون معلم و کادر آموزشی در سراسر کشور، حدود 4 میلیون دانشجو و بیش از 100,000 استاد دانشگاه اینترنت رایگان رو برای آموزش مجازی فراهم کردیم که یک خدمت بزرگ از سمت دولت برای مردم بود. مبحث دیگه‌ای که در بحث عدالت آموزشی وزارت ارتباطات پیگیری کرد، فراهم آوری زیرساخت‌های مدارس هوشمند بود بدون توجه به نقاط شهری و روستایی، و این پروژه به صورت همزمان در مناطق شهری و روستایی آغاز شد. این برنامه در ذیل برنامه ایران هوشمند پیگیری شد و ما مدارس هوشمند رو تلاش کردیم که زیرساختاشو فراهم بکنیم. اجازه میخوام از جناب عالی که معاون بنده که امروز در یکی از دورترین مدارس کشور نسبت به تهران در کنارک سیستان و بلوچستان حضور دارن، در حضور مردم اون استان و استاندار محترم استان، گزارش این پروژه مهم رو به استحضار جناب عالی و مردم شریف ایران برسونن و در صورت صلاح دید اجازه آغاز بهره‌برداری از این طرح رو آغاز بفرمایید. جناب آقای رئیس جمهور، از یکی از دورترین مدارس کشور نسبت به تهران سلام عرض میکنم خدمتتون و آماده هستیم امروز اینجا که اتصال 76,200 مدرسه رو به شبکه اختصاصی مدارس با نام شبکه دانا آغاز بکنیم. تأکید جناب عالی در 4 ماه گذشته بر تأسیس این شبکه باعث شد که با سرعت بیشتری پیش بره و 180 میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری برای این شبکه بود که تولید کنندگان داخل اغلب تجهیزات اون رو تهیه کردند در 3 شیفت. همه اپراتورها از جمله شرکت ایرانسل، همراه اول، رایتل، های وب و مخابرات کوشش بسیاری کردند که جا داره ازشون تشکر کنم. امروز 94% از مدارس کشور متصل میشن به شبکه دانا. شبکه دانا زیرساخت ایجاد مدارس هوشمند هست و پایه‌ای هست برای اینکه بشه روی اون خدمات و محتوای مناسب رو ارائه داد. به همراه این رونمایی امروز همراه خواهیم شد با معرفی چندین پلتفرم که می تواند در کنار پلتفرم های موجود کمک بکنه به آموزش دانش آموزا. یکی از اونها پلتفرم دانا پلاس هست برای برگزاری کلاس های مجازی که شرکت ایرانسل زحمتش رو کشیده. دیگری لایو بوک هست. لایو بوک یکی از پلتفرم های مجازی برای به اشتراک گذاری کتاب ها هست. هر کتاب درسی رو، هر صفحه‌ش رو که از روی این اپلیکیشن شما دوربینش رو روشن بکنین میتونه تشخیص بده کدوم صفحه هست و تمامی مواد آموزشی، فیلم‌ها و آزمون‌های مرتبط با اون رو در اختیار دانش آموزان قرار بده که برای مدارس روستایی این به صورت رایگان ارائه میشه. یکی دیگه از خدماتی که امروز رونمایی میشه محصولیه به نام پلتفرم هفتین که تولید کنندگان محتوای آموزشی رو به دانش آموزا متصل میکنه
و همچنین دو تا پلتفرم برای ارائه کتاب‌های فوق برنامه به صورت الکترونیکی و به صورت رایگان برای مدارس به نام فیدیبو و تاخچه هم عرضه میشه. همچنین سامانه ایجاد شده که توی اون سامانه امکان معرفی پلتفرم‌های مختلف برای دانش آموزها وجود داشته. خیلی ممنون و متشکر از گزارشی که آقای مهندس شهرومی دادند از تلاش‌هایی که برای عدالت ارتباطات در روستاهای کشور در حال انجام و همچنین طرحهایی که امروز به افتتاح میرسه. به نام خداوند بزرگ و با احترام به ایام مهم 40 ابی عبدالله الحسین علیه السلام، طرح برقراری ارتباط 1913 روستا با شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی 38,000 مدرسه در روستاها رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.